برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه درد دل روان امشب من میخواستم توجه شما رو به رابطه درمانجو و درمانگر جلب کنم و به توجه شما بیارم که چرا در جامعه ما هنوز یا هنوزه با تمام پیشرفت‌هایی که شده عده‌ای بیماری‌های روانی رو جدی نمی‌گیرن و همچنین درمان بیماری‌های روانی رو و تخصص روانپزشکی و روانشناسی رو به مانند سایر تخصص‌های رشته پزشکی جدی نمی‌گیرن و از اون گذشته همونطور که در قرون وسطا بیماران عاطفی و روانی رو جن زده در نظر می‌گرفتن و عقیده داشتن که اونها به عللی که آگاهی از اونها نبوده یک حالت جن گرفتگی دارن، حتی کسانی هم که سعی کردن به اونها کمک کنن و بیماری های عاطفی و روانی اونها رو درمان نماین، اونها رو تا حدی مسخره نکردن، تا حدی که حتی در آمریکا تا به امروز بعضی از روانپزشکان رو با تمسخر بهشون میگن شرینک بهشون و بیمارای عاطفی و روانی رو هم با لغاتی که اینو ولش کن روانیه یا دیوانه است و یا حتی همکاران محترم من که تخصصشون در رشته های دیگری است، رشته روانپزشکی رو اونجوری که شاید باید جدی نمیگیرن و وقتی که علائم جسمی برای بیمارانشون پیدا نمیکنن اون موقع میگم علائمش روانیه و اون موقع است که از سر خودشون باز میکنن و به روانپزشک و روانشناس اونها رو مراجعه میدن. ولی حالا ببینیم که چرا این علم روانشناسی و روانپزشکی در طول تاریخ اون آنچه که صلاحیتش رو داشت نگرفت و یک جنبه تحقیرآمیزی در مواردی بهش نسبت داده شد. ببینید، اگر ما بخوایم از مدل پزشکی به بیماری‌های عاطفی و روانی نگاه کنیم، فرض کنید علم چشم پزشکی رو در نظر بگیرید، ما در مورد چشم میدونیم دو تا عضو در دو طرف صورتمون، میدونیم چجوری کار میکنه، مثل یه دوربینه که تصویر رو میگیره، میدونیم که اون تصاویر از تای چشم میره به مغز، در اون مرکز بینایی اونجا بررسی میشه، با حافظه بینایی مقایسه میشه و بعدن یک دستوراتی داده میشه، یه پیغام‌هایی داده میشه و باعث میشه که ما اون چیزی که جلومونه ببینیم. پس میبینید هم چشم یه عضویه که قابل لمسه و طرز کارش هم روشنه. در نتیجه اون کسانی که بیماری‌های چشمی رو درمان میکنن اونها هم یه تخصصی دارن در کار چشم و بیماری‌های چشم و به اونها ما میگیم چشم پزشک. ولی متاسفانه این در مورد روانپزشکان و روانشناسان درست نیست، چون اینکه روان یا حالت یا حالت مبهمی داره،
هنوز که هنوزه ما اون چی که راجع به روان و حتی قسمت جسمی روان که مغزه میدونیم نسبت به اون چیزی که نمیدونیم خیلی ناچیزه. در نتیجه ما نمیتونیم ادعا کنیم که ما با همون دقتی که ما روی چشم میتونیم کار بکنیم، میتونیم با همون دقت و با همون مسئولیت و اکانتبیلیتی که جراح چشم میتونه عمل کنه، ما بتونیم در مورد درمان روان به همون صورت پیش بریم. و این حقیقت رو باید قبول کنیم و بهش اعتراف کنیم که در مورد درمان بیماری های عاطفی و روانی به علت اینکه خیلی موضوع های پیچیده و کمپلکس و در مواردی هنوز قابل فهم برای ما نیست، ما نمیتونیم ادعا کنیم که میتونیم به مانند چشم پزشکی یا فرض کنید متخصصین قلب و یا سایر تخصص‌های پزشکی عمل کنیم و نتیجه رو با قاطعیتی که اونها میتونن نشون بدن نشون بدیم. ولی البته این به ما نمیگه که درمان بیماری‌های عاطفی و روانی نمیتونه مؤثر باشه. ما میدونیم که الان در حال حاضر بسیاری از بیماری‌های عاطفی و روانی به طرق مختلفی به درمان جواب میدن، خصوصا اگه هدف ما این باشه که علائم بیماری رو بخوایم درمان بکنیم. و اون چیزی که ما میبینیم این که علم روان پزشکی و روانشناسی داره به صورتی پیش میره که داره دو شاخه میشه و یک عده تمرکزشون رو دارن میگذارن روی عوامل جسمی و درمان بیماری ها با درمان شیمیایی و الکتریکی و همچنین تشریح آناتومی که بیماری های عاطفی و روانی، و ما اونو میبینیم که در چند دهه گذشته علم دارو درمانی سایکوفارماکوتراپی سریع داره پیشرفت میکنه و ما درمان علائم بیماری های اسکیزوفرنیا، دو قطبی ها، بایپولار ها، افسردگی ها، استراب ها و غیره بسیار پیشرفت کردیم و میتونیم علائم این بیماری ها رو تحت کنترل بیاریم، همونجوری که علائم بیماری فشار خون رو فرض کنید ما میتونیم تحت کنترل بیاریم یا علائم بیماری مرض قند رو میتونیم تحت کنترل بیاریم. نمیتونیم اونها رو شفا بدیم ولی میتونیم علائمشون رو درمان بکنیم و از تکنیک های مختلف برای درمان اونها استفاده شده، یکی دارو درمانیه، یکی شوک تراپیه که به اونها شوک الکتریکی میدن یا شوک مغناطیسی میدن، یا بایو فیدبک و بقیه درمان هایی که جنبه گفتار درمانی نداره. ولی یک نوع درمان دیگه ای که بسیار میتونه مؤثر باشه گفتار درمانی، ولی در میان گفتار درمانی هم انواع و اقسامی داریم که من در مورد اون میخوام صحبت کنم. البته من زیاد موافق این نیستم که این علم روانپزشکی دو شاخه بشه و یک عده برن برای درمان بیولوژیکی و فیزیولوژیکی اون مثل دارو درمانی و یه عده هم برن عقب گفتار درمانی. به نظر من ایدئال اینه که هر دوی اونها
پا به پای هم به کار برده بشه در صورتی که لازمه و به نظر من گفتار درمانی میتونه کمک خیلی خیلی بیشتری بکنه به جامعه که الان اونجوری که شاید و باید به نظر من مثمر ثمر نشون داده نشده، در صورتی که توانایی و ظرفیت و قدرت اونو بعضی از انواع گفتار درمانی ها دارن که من در مورد اون با شما بعداً صحبت میکنم. اما اگر اینکه ما به این تقسیم بندی و این دو شاخه شدن نگاه بکنیم، میبینیم که بعضی از بیماری های عاطفی و روانی هستن که بلافاصله با دارو درمانی با اونها روبرو میشن. عده افرادی که تحت دارو درمانی قرار میگیرن در این زمان رو به زیاده در آمریکا، و من فکر میکنم یکی از علل اون آنه که شرکت های بیمه رول مهمی در این دارن، در این موضوع دارن، برای اینکه خیلی راحته، برای من 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه یه نسخه ای رو بنویسم و مقدار وقتی که لازمه برای درمان اونها معمولا کمتره. بعضی از این علائم در عرض خیلی سریع، در عرض 1-2 روز میشه درمان بشه، و افسردگی و اینها ممکنه در عرض 4-6 هفته درمان بشه. علائمشون رو دارم میگم. و شرکت های دارویی هم در این مورد سهمی دارن که تبلیغ میکنن برای فروش داروهاشون. ولی متاسفانه این داروها راه حل دائمی برای بسیاری از بیماری های عاطفی و روانی نیستن. اما برگردیم به گروهی که گفتار درمانی میکنن. در گروه گفتار درمانی دو نوعی که بسیار شایع این روزها، یکی اون چیزیه که بهش میگن شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپی، که از قوای عقلانی استفاده میکنن و به درمانجو کمک میکنن که به عبارت دیگه قوه عقلانی درمانگر رو قرض کنه ازش و راه حلی برای مشکلاتش پیدا بکنه و اون افکاری که داره، اون عقایدی که داره، اگر عقلانی نیستن اونها رو عقلانه به توجهشون بیاره. این و یکی دیگه رفتار درمانیه. این دو درمان هم مدتشون کوتاه‌تره و احتیاج به تحصیلات خیلی عالیه‌ای وجود نداره و مثل یه دستورالعمله که میشه با یک تعلیم کوتاه مدت بشه گفتار درمانی نوع شناخت درمانی و همچنین نوع بیهیویرال تراپی رفتار درمانی رو تعلیم داد کسی رو، و اونها میتونن پروتکل داره و اونو همونجوری ادامه بدن. ولی اونها به ریشه و هسته اشکالات بیماری های عاطفی و روانی دسترسی پیدا نمیکنه و فقط روی علائم کار میکنه. بین این تکنیک های درمانی که در گفتار درمانی وجود داره، روانکاوی یا داینامیک سایکوتراپی سعی میکنه به ریشه و هسته مرکزی اشکالات برسه، و متاسفانه زمانی که فروید اونو معرفی کرد در اون زمان نتوانست که به طور سریع به بخش ناآگاه روان دسترسی پیدا بکنه و طول درمان طولانی شد و در نتیجه خیلی از این روانکاوی ها و روان درمانی هایی که
از طریق داینامیک پیش می رفت مثمر ثمر واقع نشد. ولی خوشبختانه امروز با تکنیک روانکاوی کوتاه مدت یا اینتنسیو داینامیک سایکوتراپی ما میتونیم کاری که فروید موفق نشد انجام بده در مدت نسبتا کوتاهی انجام بدیم. البته کسانی که میخوان این تکنیک رو انجام بدن، تعلیم اون به کوتاه مدتی و راحتی کاگنیتیو تراپی، شناخت درمانی و رفتار درمانی نیست و در این مورد اونها باید تعلیمات طولانی تری داشته باشن و مهارتی در این مورد پیدا بکنن تا بتونن مفید واقع شن. و حتی تعلیمات اونها کافی نیست، چون کسانی که میخوان با مریض های مشکل کار بکنن باید خودشون از نظر عاطفی و روانی به حدی رسیده باشن که بتونن تکنیک لازم رو بدون اینکه آلوده بکنن تکنیک رو به اشکالات خودشون به کار ببرن. در نتیجه باید روان خودشون تا حدی سالمتر از درمانجویانشون باشه و تمیز باشه که اشکالات خودشون رو روی بیمارانشون پیاده نکنن و یا اینکه اشکالات عاطفی روانی خودشون جلوی پیشرفت تکنیک روانکاوی کوتاه مدت رو نگیره. و متاسفانه در حال حاضر در اغلب جوامعی که من با اون جوامع آشنا هستم، تعداد افرادی که صلاحیت استفاده از این تکنیک روانکاوی کوتاه مدت اینتنسیو داینامیک تراپی رو دارن خیلی محدود و در اغلب موارد نادرن تعداد افرادی که این مهارت رو دارن که بتونن در مدت کوتاهی سریع به هسته مرکزی یا ریشه بیماری ها دسترسی پیدا بکنن و بیماری رو ریشه کن بکنن. البته اینم باید ما در نظر بگیریم که همیشه کسانی هستن که فرض کنید یکی دوتا سمینار میرن یا یکی دوتا کتاب میخونن و بعدن ادعا میکنن که میتونن این تکنیک روان درمانی و روانکاوی کوتاه مدت رو برای درمانجویان به کار ببرن. یک اشکال این تکنیک اینه که اگر اینکه مهارت لازم درش نباشه میتونه حتی صدمه بزنه به بیمارانشون و اینجاست که تو که نوشم نه ای نیشم چرایی، چرا باید دست به عملی بزنن که ممکنه نتیجهش مضر باشه. ولی در روهم رفته تمام افرادی که دارن سعی میکنن با خلوص نیت به بیمارانشون کمک بکنن، حتی اگر اینکه اون تکنیکی که به کار میبرن بهترین نباشه، مؤثرترین نباشه، قویترین نباشه، ولی مادام که کمک میکنه به درمانجویان، ما باید اون تکنیک ها رو بهشون احترام بذاریم و در موارد لازم از اونها استفاده بکنیم. در بعضی از این موارد درمانی ما باید این حقیقت هم قبول بکنیم که چون روان مثل اعضای دیگه بدن قابل لمس نیست و خیلی پیچیده است و ما آگاهی کامل از اون نداریم، مواقعی میشه که ما تیری در تاریکی میزنیم به امید اینکه به هدف بخوره. البته مادام که اون کاری رو کار صدمه‌ای به درمانجویان نزنه، به امید اینکه ما به هدف برسیم قابل قبول برای من. ولی اینم باید قبول کنیم که متاسفانه مثل چشم پزشکی و سایر تخصص‌ها هدف اونقدر روشن نیست که ما بتونیم به راحتی اونو
تشخیص بدیم و بعداً به درمان اون بپردازیم. حتی با دارو درمانی، با اینکه انقدر پیشرفت کرده در رشته روان پزشکی، ولی ما هنوز که هنوزه نمیدونیم دقیقاً این داروها چجوری کار میکنه. بعضی از این داروها رو اصلا به طور اتفاقی کشف کردن، یعنی عقب یک چیز دیگه میگشتن، یه دفعه دیدن این دارو مثلا اثر ضد افسردگی داره، یا مثلا دارویی بوده برای فشار خون فرض کنید، ولی یکی از عوارضش این بوده که به اختلالات جنسی مردان کمک میکرده فرض کنید، و بعدن اون دارو رو برای عوارض جانبیش تونستن استفاده کنن برای کمک بیماران. البته این فقط مربوط به روان پزشکی نیست، مثلا داروی هست به اسم پروپشیا که برای جلوگیری از ریزش مو به کار برده میشه، اونم کشفش به طور تصادفی و اتفاقی بود که داشتن این دارو رو میدادن برای درمان بزرگ شدن پروستات، بعد دیدن یکی از عوارضش اینه که مو در میارن، و بعد به خاطر این عارضه‌ای که داشته شد دوای ضد ریزش مو. در نتیجه ما میبینیم که خیلی مواقع ما به طور تصادفی و اتفاقی اثر درمانی رو در بعضی داروها پیدا کردیم. و اما چرا من تأکید میکنم که در روانکاوی کوتاه مدت، در intensive dynamic psychotherapy، ما موفقیت بیشتری داریم؟ به علت اینه که ما اینجا این توانایی رو پیدا میکنیم که به بخش ناآگاه روانمون دسترسی پیدا بکنیم و اون درمانگرانی که، اون روانکاوانی که خودشون بیشتر آگاهی دارن از بخش ناآگاه خودشون و در ضمن تکنیک و روش درمانی رو هم درش مهارت پیدا کردن و درست تعلیم شده بودن، اونا خیلی موفق‌تر خواهند بود در درمان بیمارانشون و در مدت کوتاه‌تری میتونن بیمارانشون رو درمان کنن تا کسانی که آگاهی کافی نسبت به بخش ناآگاه خودشون ندارن و بدن از درون روان خودشون یه کارشکنی‌هایی میشه که نمیذاره پروسه درمانی در اسرع وقت اونجوری که شاید و باید پیش بره. ولی هدف اصلی اینه که هرچی زودتر ما به بخش ناآگاه درمانجویان دسترسی پیدا بکنیم و ببینیم اون ریشه اصلی بیماری اونها چیه، مثلا اون بلک باکسی که ما موقعی که هواپیما سقوط میکنه میگردیم پیدا کنیم، اون بلک باکس رو پیدا کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده تو زندگی آنها که معمولا برمیگرده به چند سال اول زندگی، و ببینیم که اونجا چه احساساتی خوابیده که مدفون شده، اونا رو به سطح بیاریم و تجربه این احساسات چه خشم و چه غم و چه احساس گناه و احساس افسوسه و یا احساسات جنسیه، هر احساسی هست اونا تجربه بشه دوباره و بدن در جای خودش گذاشته بشه و در نتیجه آرامش به وجود میاد، افسردگی از بین میره و این افراد میتونن به طور آزاد با آرامش، بدون افسردگی، بدون استراب، بدون وحشت ها و حمله های حراسی زندگی بکنن بدون برگشت علائم، چون ریشش کنده شده. ولی در سایر مکانیسم های درمانی که من صحبتشون کردم، مثلا اگر دارو درمانی باشه، وقتی دارو قطع بشه علائم ممکنه برگرده. در کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی امکان برگشت علائم زیادتره.
در بیهیویرال تراپی، رفتار درمانی همچنین. در نتیجه به نظر من مکانیسم درمانی که موفق ترین بوده و در آتیه درمانی گفتار درمانی رو در بیشتر بیماری های عاطفی و روانی در آینده به عنوان بهترین درمان به کار برده خواهد شد، اینتنسیو داینامیک تراپی یا روانکاوی کوتاه مدته. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. شب خوش. درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.